بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. تاسوعای حسینی و عاشورای حسینی را به کلیه علاقمندان و شیعیان آن حضرت و کلیه انسانها و بشریت عدالتخواه تسلیت عرض می کنم و از خداوند می خواهم که ما را از پیروان و رهروان ایشان قرار بدهد. خانم ها و آقایان، جریان حادثه عاشورا از آغاز تا انجام حاوی درس های الهیاتی، اخلاقی و تربیتی برای بشریت است. ولی متاسفانه در جامعه شیعه صرفاً انگیزه‌ای برای عزاداری و سوگواری شده و آموزه‌های این حادثه بزرگ و هنگامه تاریخ تحت الشعاع قرار گرفته است، در حالی که از شروع حادثه یعنی برخورد امویان با امام علیه السلام تا خروج و حرکت ایشان از مدینه به سوی مکه و از مکه به سوی کوفه و سایا نامه ها و خطابه های صادر از ایشان، مذاکرات ایشان با امویان در کربلا و شعارها و رجزها و بالاخره جملات حین شهادت و حتی خطابه های اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام، هر کدام قابل مطالعه و بحث های علمی است. یکی از جملات بسیار پرمعنایی که در اکثر منابع از جمله کتاب مقتل الحسین خوارزمی در جلد دوم صفحه 33 آمده و بعدها الفتوح بلازری مجلسی در بهار همه اینها از او نقل کرده اند، ما در این جلسه می خواهیم در تشریح و توضیح اون جمله سخن بگوییم. اولا مقتل خوارزمی نوشته موفق ابن احمد خوارزمی متوفای 568 است، از عالمان اهل سنت است. مؤلف در این اثر شیوه روایی دارد و سلسله سند را ذکر می کند. جالب است اینه که اکثراً داستان عاشورا را از ابن اعصم کوفی و نیز ابو مخنف نقل می کند. ابو مخنف متوفای سنه 157 هجری قمری است، تاریخ نگار کربلاست. نگارنده کتاب مقتل الحسین با اون که سنی مذهب است اما گزارش های او
چون دقیق است با توجه به شواهد و قرائن اطراف روایات توجه بسیاری از عالمان شیعه را به خود جلب کرده و مورد تأیید قرار گرفته است. جمله‌ای که می‌خواستم امشب بحث کنم این جمله است که بسیار سوزنده و دردناک است، ولی گذشته از سوزندگی و دردناکی پیام الهیاتی آن مورد تحلیل ماست. بسیار اون پیام مهم است. عبارت این است که متن عبارت خوارزمی چنین است، میگوید ولم یزل یقاتل حتی قتل منهم مقتلتا عظیمه. در روز عاشورا حسین ابن علی که مشغول جدال بود و پیشرفت میکرد میکش و جلو میرفت، عده زیادی را که ایشان کشتند و از بین بردند از دشمن، عمر فقال عمر ابن سعد، عمر ابن سعد به لقومهی الویل لکم، وای بر شما، اتدرون من تقاتلون هادا، آیا میدانید با که جنگ میکنید؟ هادا ابن قتال العرب، اتدرون من تقاتلون، آیا میدانید با که میجنگید؟ هادا ابن قتال العرب، هادا ابن قتال العرب، این پسر کشنده تمام دشمنان اسلام است. فحملو علیه من کل جانب، تم دور او را بگیرید، محاصره کنید، تن به تن نجنگید. و کان الرماتو اربعت آلاف فرموه بالسهام فحالو بینه و بین رحله. جنگجویان مقابل 4000 نفر بودند، همه ریختند با تیر به ایشان حمله کردند. فحالو بینه و بین رحله، میان ایشان و خیمه های حرمشان فاصله افکندند و حمله کردند به طرف خیام. امام وقتی این منظره را دید، صاح الامام علیه السلام بهم، امام به اونها فریاد زد ویحکم یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. امام در این جمله بحث، مورد بحث ما این جمله است. امام در این جمله دو روش زندگی را برای انسان‌ها مطرح فرموده است: روش زندگی دیندارانه صحیح و زندگی غیر دیندارانه ولی همراه با آزادگی. به آنها خطاب می‌فرماید و می‌گوید ای پیروان آل ابی سفیان، حالا که دین ندارید و از معاد نمی‌ترسید، یعنی زندگی دیندارانه صحیح ندارید، پس روش دوم را انتخاب کنید، یعنی در زندگی دنیای خود آزاده و جوانمرد باشید. جمله امام علیه السلام مشتمل بر سه بند است که ما هر سه را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم. جمله اول یا شیعت آل ابی سفیان، ای پیروان آل ابی سفیان. جمله دوم ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، حالا که دین ندارید و از معاد نمی ترسید. جمله سوم فکونوا احرارا فی دنیاکم، پس در دنیای خودتون آزاده باشید، آزادگی را در روش زندگی دنیایی پیشه کنید.
ما در این جملات اندکی تأمل می کنیم و عرایزی را به عرض حضار محترم و شنوندگان عزیز می رسانیم. ببینید، قبل از هر چیز باید توجه داشته باشید که امام علیه السلام با افرادی روبروست که هرگز مدعی بیدینی نیستند و بالعکس همه مدعی نهایت تدین و تعبد و تقید به ظواهر و حتی بواطن دین هستند. پیشانی آنها هم از سجده پینه کرده است، تظاهر به دین دارند، به نام دین با حسین می جنگند، شمشیر می زنند، تیر می اندازند و الله اکبر می گویند، ولی امام علیه السلام آنان را نه پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله می داند، بلکه پیروان آل ابی سفیان خطاب می کند و از این ره گذر آنان را بیدین خوانده است. ان لم یکن لکم دین یه جمله شرطیه است، ولی معناش این است که حالا که دین ندارید. سوال این است که چه رابطه ای میان پیروی آل ابی سفیان و بیدینی اون جمعیت وجود داره به نظر امام؟ چرا امام به دلیل پیروی آل ابی سفیان این جمعیت را بیدین و بلادین خوانده است؟ مگر آل ابی سفیان که بودند و چه می گفتند و پیروان خود را به چه راهنمایی می کردند که امام رهنمودهای آنان را بیدینی و غیر دینی خوانده است؟ ناگفته روشن است برای همه شما شنوندگان ارجمند که ابی سفیان از سران قریش بود که در فتح مکه در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و یارانش با شمشیر ایستاده بود، ولی با شکست قریش به صورت ظاهر مسلمان شد. پیغمبر اسلام صلوات الله علیه که بنا نداشت با ایمان قلبی افراد مواجه شود، بنا نداشت معیار را ایمان قلبی قرار دهد و به ایمان قلبی آنان توجه کند و بنا داشت به اسلام ظاهری اکتفا بکند، به اسلام ظاهری ابو سفیان اکتفا فرمود و بنا داشت، چون هر کس بنای ایشان این بود که هر کس شمشیرش را زمین می گذاشت او را به عنوان عضوی از اعضای جامعه مسلمین می پذیرفت و او را شهروند مسلمان محسوب می فرمود. به رغم آن که به وضعیت قلبی و درونی او هم به وسیله قرائن آگاه بود و می دانست که ابی سفیان مثلا ابداً قلبن ایمان نیاورده، ابی سفیان رو پذیرفت و حتی از غنایم جنگی مانند دیگران و شاید بیش از دیگران به او سهم داد. ابو سفیان به روابط اجتماعی و آینده قدرت کاملا آشنا بود. او نگاهش به حرکت رسول الله صلوات الله علیه و تعلیمات قرآن مجید یک نگاه ابزار قدرت بود. او بر این باور بود که پیامبر اسلام صلوات الله علیه عرب را از چادرنشینی و پراکندگی به تمدن و اقتدار رسانده و می رساند و باید از این ابزار بهره برد و از این اقتدار استفاده کرد. مطالبی که بعدها از زبان نوه ابی سفیان یعنی یزید ابن معاویه نسبت به انکار وحی و نبوت شنیده شد،
مطلب تازه ای نبود، بلکه دقیقاً همان تفسیر و برداشتی بود که ابی سفیان در روزهای آغازین پذیرش اسلام نسبت به وحی و نبوت داشت. او معتقد بود که پیامبر اسلام صلوات الله علیه هدفش حکومت، هدفش اقتدار، هدفش سلطنت، هدفش ریاست و سواری بر گرده مردم است، ولی برای موفقیت و رسیدن به این هدف از مفاهیمی مانند وحی، اتصال به عالم غیب، نزول قرآن و امثال اینها استفاده کرده. تعبیر یزید که میگه رسول خدا در نقش یک سلطان بازی کرده است، معناش اینه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. یعنی پیغمبر اسلام، هاشم منظور آل هاشم یعنی پیغمبر اسلام، با سلطنت در نقش سلطان بازی کرده. ابی سفیان پیغمبر رو در این هدف موفق میدید، یعنی معتقد بود که پیغمبر به این هدف رسیده و قریش بلکه عرب را بر دیگران پادشاه کرده و همه وسائل و تسهیلات یک برتری و سلطنت کامل را فراهم ساخته است. ابی سفیان با همین نگاه به پیغمبر و دین و تعلیمات او وارد دین اسلام شد، یعنی به ظاهر مسلمان شد و در انتظار مرگ پیغمبر نشست. با رحلت پیغمبر صلوات الله علیه او برای رسیدن به هدفش سعی کرد هرچه سریعتر به قدرت نزدیکتر شود، به مراکز قدرت نزدیکتر شود. در نهج البلاغه سید رضی رحمت الله علیه نقل فرموده که بعد از بیعت مردم با ابی بکر، ابی سفیان با عده‌ای به سراغ حضرت مولا علی آمد و پیشنهاد بیعت با او کرد. امام که او را خوب می شناخت و به نیات و اقرازش آشنا بود، رو به آنان فرمود و فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتنه به سفن النجات و عرجوا عن طریق المنافره و زعوا تیجان المفاخره. امام فرمود بروید دنبال کارتون، فتنه انگیز نباشید. شما می خواهید با فتنه و تفرقه به قدرت برسید، ولی من حواسم جمع است. امام با قطع نظر از وضعیت حقوقی بیعت با ابی بکر، بیعت مردم با ابی بکر، می دانست که ابی سفیان با قرائت خاصی که خودش از دین و بعثت نبوی دارد می خواهد با هدف خود، یعنی قدرت، به قدرت نزدیک بشه و از این نمد برای خود و عشیره و قوم خود کلاه بسازه. لذا دست رد به سینه آنان زد و حرکت آنان را فتنه خواند، مفاخره خواند، اثر اختلاف و فتنه را بیان کرد و گفت بروید سراغ کارتون. ابی سفیان دوران دو خلیفه را، ابی بکر و عمر را تحمل کرد تا نوبت به عثمان ابن عفان رسید. او از قبیله ابی سفیان است، عثمان از قبیله ابی سفیان یعنی بنی امیه است، لذا بار دیگر بازیگر میدان شد و اون جمله معروف از زبانش بیرون آمد. بسیاری از مورخین نقل کردند که چشاش نمیدید آمد وارد منزل شد و گفت آیا کسی از غریبه در جلسه نیست؟ گفتن نه. گفت یا بنی امیه تلقفوها تلقف الكره فوالذي يحلف به ابو سفيان ما ولت ارجوها لكم ولنصبرن الى سبيانكم وراثتن. ای بنی امیه، خلافت را مانند گوی بازیچه خود قرار دهید. قسم به کسی که ابو سفیان به او سوگند می خورد، من پیوستان را برای شما می خواستم. ما ولت ارجوها لکم
و از این پس حکومت اسلامی به وراثت به کودکان شما برسه. ولتصبرن الى سبیانکم وراثت وراثتن. شما در این جمله دقت کنید، اولا میبینید ابی سفیان به خدا سوگند نمیخوره، میگه اونی که ابو سفیان بهش سوگند ریا میکنه و پنهان میکنه باز دیدگاه و معرفت خودش، میگه که به کسی که ابو سفیان به او سوگند میخوره، یعنی به خدای محمد اعتقاد نداره، این اولا. ثانیا میگه عبارت ابی سفیان کاملا معلومه که نبوت را چیزی جز سلطنت و قدرت نمیداند و توصیه میکنه که اون رو مانند توپی در دست گروه خودتون نگه بدارید و ارث نسل به نسل منتقل کنید. بنی امیه به توصیه ابی سفیان عمل کردند. واقعا همین قرائت را از دین را به پیروانشون آموزش دادند. در این قرائت، یعنی قرائت قدرتمندان از دین، هرگز اخلاق دینی جایگاهی ندارد و حتی ارزشی هم ندارد. ارزش بر پایه قدرت تفسیر می شود. به هر وسیله باید نظام قدرت را حفظ کرد و به اصطلاح هدف وسیله را توجیه می کند. هدف قدرت است و هر وسیله‌ای به آن برسد قابل توجیه است. در این قرائت هر گونه اندیشه و تفکر بایستی در راستای توجیه وسائل انجام گیرد. لذا مطالعه تاریخ فقه و کلام اسلامی نشون میده که کاملا این دو دانش در قرون اولیه در بخش سیاسی توجیهگر قدرت خلافت بودند. حتی دانش حدیث هم همین سرگذشت رو داشته است. افرادی با داشتن سابقه‌ای هرچند کوتاه و مختصر از مصاحبت رسول الله مبادرت به نقل احادیثی کردند که قدرت را توجیه می‌کرد. اغلب این احادیث مجعولات و ساخته‌های خودشون بود. مثلا شما ببینید این حدیث رو از پیغمبر اکرم بخاری نقل می‌کنه. هم بخاری نقل میکنه و دیگران همه نقل کردن، بعدن ازش استفاده هم کردن که پیغمبر فرموده اذا خرج علیکم خارجون یشق و اصل مسلمین و یفرق و جمعهم فقتلوه ما از تصنیع احدا. یعنی هرگاه یک نفر بر علیه شما خارج شد و خواست جمعیت مسلمین را بشکند و تفرقه ایجاد کند و بین مسلمین تفرقه ایجاد کند، او را بکشید. من هیچ کس را استثنا نمی کنم. من نقل می کنم این حدیث را از کتاب استیعاب ابن عبدالبر یا ابن عبدالبر در جلد سوم صفحه 960. خلیفه اول وقتی با مخالفت علی در بیعت با خود مواجه شد، در جریان بیعت گرفتن برای ابوبکر، ابوبکر رفت بالای منبر، نگاه به جمعیت کرد، علی را ندید، پرسید علی کجاست. عده‌ای از انصار رفتن و او را آوردن مسجد. ابوبکر برگشت به ایشان گفت. ابوبکر برگشت، عجیبه، ابوبکر شروع کرد به سخن گفتن، دو مرتبه ادامه داد. اینا که برگشتن، ابوبکر رو کرد به مولا امیر المؤمنین، صدا زد یبن عم رسول الله اردت ان تشق عسل مسلمین، پسر عموی پیغمبر آیا تو میخواهی عصای مسلمین را بشکنی، یعنی جمعیت مسلمین را تشقیق کنی، شکاف ایجاد کنی؟ این قطعه را من از سنن کبرای بیهقی نقل می کنم. شما ببینید این تعبیر دقیقا مبتنی بر همان جمله است. اول اون حدیث را محدثین جائل جعال سازنده جعل کردند و سپس بر اساس آن تفقه کردند و هر انتقادی را شق عصای مسلمین، تفرقه اندازی،
جدا کردن مسلمین، تشویش اذهان مسلمین تلقی کردند و مردم را تحریک کردند که خلاف گفته نبوی فلان کس عمل میکنه، چون انتقاد میکنه و یا بیعت نمیکنه. بیعت رو اجباری کردن به حکم حدیث نبوی. این قرائت از دین همه نهادهای دینی رو در استخدام قدرت قرار میده و ازش بهره میگیره، همه اونها را به گونه ای تفسیر میکنه که در تأیید قدرت باشه. نماز جمعه، روزه ماه رمضان، حج بیت الله، جهاد فی سبیل الله، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تمام نهادهای دینی رو به گونه ای تفسیر میکنه که در تأیید قدرت قرار بگیره. مردمی که برای کشتن امام حسین به کربلا آمده بودند دینداران بودند، ولی چگونه دیندارانی؟ دینی با چنین تعریف و تفسیر. این است معنای یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی ای دینداران با تعریف ابی سفیانی، ای دینداران با تعریف ابی سفیان نسبت به دین، جمله این لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد درست به صورت یک جمله شرطی است، ولی شرطیه نه تنها تقریری بلکه تثبیتی است. یعنی چه؟ حسین ابن علی علیه السلام میخواد بگه دین با قرائت ابی سفیان نه تنها دین نیست بلکه آفتی برای بشریت است. میخواد بگه حال که دین واقعی رو ندارید و میخواید با قرائت سفیانی دینداری کنید، بهتر از این دین رو نداشته باشه. اینه معنای این جمله. جمله ایست که چندین بار من در نوشته هام و سخنانم گفتم دینی که کجندیشان تفسیر شود خطرش از بیدینی به مراتب بیشتر است، چون کاملا انحرافی و غیر صحیح دین سفیانی. این دین بسیار خطرناکه، مهلکه، آدم کشی میکنه در قالب دین، خون میریزه و خون میخوره به عنوان دین و به نام خدا، شما را به در انسان را به درنده تبدیل میکنه. امام میخواد بگه ای مردم، این دین با تفسیر سفیانی شما را تبدیل کرده به یک درنده که فقط کشتن و خونخاری را ارزش میدانید، نه رحم میفهمید، نه جوانمردی. این دین عدمش به ز وجود است، نبودنش بهتر است از بودن. این دین را نداشته باشید بهتر است. برگردید به همان اعقاب خودتون که مردمانی آزاده بودن. آزادگی اجدادتان 100 درجه بهتر است از دینداری با قرائت اموی و سفیانی. امام میگه فکونو احرارم، احرار جمع حر است، حر یعنی آزاده. در درون این واژه آزاد، حر، خصائل بسیاری نهفته است. قبل از اسلام که دوران جاهلیت بود، در عین حال افرادی متصف به صفات و خصائل انسانی بودند، از جمله جوانمردی و فتوت، بخشندگی و امثال این صفات. داستان حلف الفضول که به معنای سوگند نامه جوانمردی است، از نقاط افتخار دوران قبل از اسلام در تاریخ عرب، که در سالهای پیش از اسلام گروهی جوانمرد در مکه با یکدیگر عهد، جوانان عهد بستند، آنها اجتماع کردند و عهد بستن و قرارداد بستن با همدیگه و سوگند یاد کردن تا به ستم دیدگان و قریب افتادگانی که به شهر آمده و مورد ظلم زورمندان مکه قرار می گرفتن با آنان یاری برسانن. حضرت حسین به لشکر مخالف که اقدام به عملی کاملا غیر انسانی کردن،
حمله به خیام حرم او کردند و به زن و بچه او حمله کردند، فرمود شما این امر را به چه استنادی انجام میدهید؟ حتما به استناد دین، با سبقه دین، با لعاب دین، با تفسیر ابی سفیانی از دین. در دین با قرائت ابی سفیانی هر گونه جنایتی حتما به نام مصلحت انجام میدی، میگید مصلحت دیدیم حمله کنیم به خیام حرم حسین ابن علی. بله البته با قرائت ابی سفیانی هر گونه جنایتی مشروع میتونه تلقی بشه و به راحتی انجام بگیره. امام التماس میکنه، میگه این دین را کنار بگذارید، برگردید به آیین جوانمردی و آزادگی. آزادگان در هنگام جنگ رادمردانه و جوانمردانه می جنگد. جوانمرد با رزمندگان می جنگد. هرگز به شهروندان تعرضی نمی کند. شهروندان مسئول از تعرضند. شما با من می جنگید، من با شما می جنگم. چرا به زن و بچه من تعرض می کنید و به خیام حرم من حمله می کنید؟ این نامردی است، این نازادگی است، این حریت نیست. شما اگر به دوران قبل از اسلامتون برگردید، جوانمردانتان، آزادگانتان عهد بستن که هر مظلومی فریاد بزند هل من ناصر ینصرنی، همه جوانها به کمکش می شتافتند، ولو طرف اونها یک نفر از بزرگان مکه بود بر سر او می ریختند و حق این مظلوم را از دست ظالم می گرفتند. اما الان ببینید شما، من فرزند رسول خدا دارم میگم هل من ناصر ینصرنی، هیچ کس به فریاد من نمی رسد. فرق بین دینداری کجندیشانه و نتیجه دین منحرف با بیدینی همین است. بیدینان می رفتن سراغ مظلوم و به داد مظلوم می رسیدن. اما امروز شما صدای من مظلوم را با سنگ و تیر و نیزه و شمشیر پاسخ می دهید. فکونو احرارن فی دنیاکم، شما دینتون رو شما کنار بگذارید، یعنی دین سفیانی را نداشته باشید بهتر است، ولی برگردید و آزادانه و جوانمردانه زندگی کنید در سایه اخلاق انسانی و اخلاق بشری. این است پیام این جمله. در وقت کوتاه بیش از این فرصت نداشتم که زحمت بدهم و بسیار ممنونم از استماع شما عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.